مجاز یا مجاز گرم بهش میگن، بهش میگن مجاز. مجاز چیه؟ به تفت دادن مایه کوبیده ای که 5 بار چرخ شده، ترکیبش گوشت گوسفندی خالص از تمام قسمت های گوشت گوسفندی به غیر از ماهیچه ها استفاده میشه، به ازای هر 1 کیلوگرم 200 گرم دنبه در داخل اون استفاده میشه و گوشت انقدر چرخ میشه که به این رنگ در بیاد. گوشتمون رو بدون اینکه این گوشت کیلویی 10 گرم نمک داره، بدون اینکه هیچ مواد اضافه‌ای بهش بزنیم، پیاز، فلفل، جوش شیرین و یا هر مواد دیگه‌ای، در داخل یک ظرف بر روی حرارت بسیار ملایم یا حرارت غیر مستقیم شروع می‌کنیم به کف زدن اون. به این شکل کف زدن باید به شکلی انجام بشه که اجازه ندید گوشتتون به کف ظرف بچسبه. تقریبا 1 خمیر از گوشت چرخ شده ما داریم، انقدر چرخ میشه که این حالت خمیری رو پیدا میکنه. خب کم کم گوشت ما داره رو به شل شدن میشه و باید کف زدن رو سرعت رو ببریم بالاتر و اجازه ندید گوشت روغن پس بده. با سرعت این کار رو انجام میدید. خب مراحل پایانی کف زدن روی حرارت رو داریم انجام میدیم. گوشت تا این اندازه شل میشه، از این بیشتر بشه، 1 دقیقه بیشتر برید باعث بریدن گوشت میشه. گوشت رو بذار پایین. خب شروع به سرد کردن کردیم، گوشت چسبندگیش کم کم بر میگرده و رنگش رو به سفیدی میره، از صورتی رنگش تغییر رنگ میده. این کار رو باید انقدر حرفه ای انجام بدید که گوشت به صورت یک دست حباب های هوا در داخلش قرار بگیره و پف کنه گوشت به اصطلاح. خب در این مرحله پیاز، آب پیاز رو کاملا باید بگیرید در مجازه گرم، 1 ذره نباید پیاز آب داشته باشه که در زمان پخت کوبیدتون نبریزه نه تکه تکه از هم جدا بشه. بعد شروع میکنیم به کف زدن با پیاز و کماکان باید سرما بر روی مجاز شما قرار بگیره، یا شما میتونید یک پاتیل یخ بیارید و مایه کوبیده رو روم بذارید، یا از پنکه استفاده کنید، یا زیر کولر این کار رو انجام بدید سرد کردن رو. قشنگ باید مجاز کوبیده شما سرد بشه، بعد پیاز رو اضافه کنید. یعنی دست رو در داخل مجاز قرار دادید حتما باید سرما رو حس کنید. ما اینجا یک مجاز، کوبیده مجاز داریم و یک کوبیده به سبک استاندارد ایرانی. ببین در کوبیده، این دوتا کوبیده با یک نوع گوشت و یک نوع مواد چرخ شده. از قسمت چرخ اول برداشتیم، دوباره دیگه چرخ کردیم، کف زدیم و سردش کردیم. به این شکل و این قیافه شما دارید میبینید و این کوبیده‌ایه که طبق استانداردهای کوبیده ایرانی زده شده. برای سیخ زدن این کباب مجاز کوبیده شما از سیخ آلومینیومی باید استفاده کنید، ولی در کوبیده‌ای که طبق استانداردهای ایرانی زده شده میتونید از سیخ استیل استفاده کنید. دلیل استفاده کردن از سیخ آلومینیوم اینه که چسبندگی بیشتری داره، چون این مایه کباب بسیار شله. از آب بسیار داغ در حال جوش باید برای سیخ گیری مجاز کوبیده استفاده کنید. سیختون نباید خیس باشه، گرم باشه و چرب باشه. نوک انگشتای دست در داخل این آب جوش و کف دستتون رو باش خیس میکنید. این کوبیده بسیار چسبنده است. به این شکل کف دستتون رو زود تمیز کنید که
دستتون رو در داخل آب قرار میدید باعث چسبندگی نشه. این کوبیده زیاد احتیاجی به نقش دادن نداره چون در زمان پخت کاملا نقشش از بین میره به خاطر پفیه که در مایع کوبیده وجود داره. این شکل. اینم یک کوبیده بسیار قدیمی با مجاز گرد. حتما درست کنید و لذتش رو ببرید.